गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा इनम از لقمه پسرم بگیر که اومد آفرین پسر شیرینم ازا تو بخور عزیزم بیا بخور آفرین مامان الان میاد بخور الان میاد بذار یه لقمه دیگه برات بگیرم بیا خودتونم قبل رفتن یه چیزی بخوریم شکم پسرم که سیر بشه انگار شکم پدرش هم سیر شده درسته دخترای امروزی که نازشون تمومی نداره بعد از 6 سال بالاخره یه پسر به دنیا آوردی اونم یکیو تموم عتیق احمد حرفای منو میشنوی؟ رضایت خدا هم شرطه مامان دوباره شروع کردی؟ چی؟ چرا شروع نکنم؟ پسرت 3 سال شده و این خانومه که ناز و عداش تمومی نداره عتیق احمد به من گوش کن همسر فقط واسه خوردن و تفریح و ناز برداشتن نیست وظیفه اینا بچه به دنیا آوردن هم هست فهمیدی؟ و خانم تو هر بار برای من بهونه رضایت خداوند رو نیار این ارسلان که امروز کنارمون نشسته از صدق سری پیر بابای منه پیر بابای شما که مرده و خوشحالم که مرد اون مرده خب که چی؟ پسر اونم دعاخون خیلی ماهریه بلش کنیم مامان میبینی؟ چطور زبون درازی میکنه؟ اینو بفهمون وگرنه اون روی دیگه من میبینه ها من نمیدونم منم نوه های دیگه ای هم میخوام فهمیدی؟ بی خیال مامان سر صبحی باز شروع کردین شما من میرم سر کار رئیسم همینجوریش اعصاب نداره و بهونه دستش میاد شما از این رئیستون خیلی میترسیم نترسم پس چی کار کنم دخترش دانشگاه میره و خانم روی دخترش هم خیلی حساسه و نباید اشتباهی کنم در ضمن آدم های پولدار همینجوری هستن یه ذره اعصابشون خورد بشه آبرو نمیذارن ما هم جز آبرو چی داریم مگه؟ حالا کجا میری؟ جواب سوال منو بده مامان تو هر روز این سوالو تکرار میکنی و منم همین جوابو برات دارم دارم میرم دیرم شده پسرم مراقب خودت باش نمیدونم پسرمو چی کار کردی و چه تعویض و تلسمی براش گرفتی ولی تو هر کاری میخوای بکنی بکن آخرش همونی میشه که من میخوام فهمیدی؟ Thank you.
خیلی خوب باشه، خدافظ. تینا؟ بله مامان. این روزا درسات چطور پیش میره؟ خوبه. که اینطور؟ راننده به هم گفته بود که دیروز از دانشگاه با چند تا از دوستات بیرون رفته بودی. خبرچینی منو میکنه؟ نه اصلاً، اون فقط به هم اطلاع داد. الان کجای این حرف انقدر بهت برخورد؟ مامان، من دوست ندارم کسی خبرچینی منو بکنه، به خصوص اون راننده های جاسوس شما. خیلی خوب باشه، فهمیدم، ولی تو نگفتی که تا دیر وقت شب با دوستات کجا رفته بودی؟ مامان من دیرم شده، واسه این حرفا وقت ندارم، فعلا. من رویایی دارم، رویای آزادی، رویایی دارم، رویای آزادی. من رویایی دارم، رویای آزادی، رویای بی پروا، رویای آزادی. میخوام آزاد بشم. بریم. چشم. مشکلی پیش اومده؟ نه خیر خانم. پس بریم، واسه دانشگاه دیرم شده. بله بله چشم. این چه بیادبیه، خاموشش کن. چشم. راست شما شاید آهنگای خارجی دوست داشته باشین، نه؟ رانندگی تو بکن، حرکت کن. من واسه فردا صبح از بیر بابای کوچیک وقت گرفتم. بی سر و صدا با من میای؟ بهتون که گفتم من هیچ جایی نمیرم. سرکار خانوم به چه حقی حرفو میزنی؟ تو این خونه فقط من دستور میدم. مامان چرا نمیفهمین؟ این آدما دروغگو و فریبکار هستن و من از دیدن چهرهشون چندشم میشه. نمیدونین چه جاهای کثیفی زندگی میکنن. خدایا توبه، هر چی از ذهن در میاد داری میگی. باور کنید راست میگم. من هیچ جا نمیرم، نه پیش پیر و نه پیش آخوند. خدا اگه بخواد خودش به هم بچه میده. خدا لعنتت کنه، این چه ناشکریه. این ارسلان هم از صدقه سری پیر باباست. مامان ولش کنی، که چی صدقه پیر باباست و چی ناشکری. از آدمای فریبکار و عوضی چه خیری میرسه. هرچی میخوای بگی بگو، ولی خوب گوشتو باز کن، فردا صبح با من میای. مخالفت قبول نمی کنم. فهمیدی دختر؟ مشکل چیه اوستا؟ چیزی نیست، باید موتورش عوض بشه. سر یه فرصت مناسب عوضش میکنم.
نه اصلا فرصت نمیشه اوستا، تمام روز با رانندگی مشغولم. ولی خوب شد رانندگی رو ول کردی، مغازه زدی ولی منو پشت سرت گذاشتی. پسر تو بگو کی به رانندگی یاد داده؟ شما یاد دادین اوستا. و البته سر کارم بردمت. حالا که این مغازه رو باز کردم مشکلت چیه؟ هیچی، هیچ مشکلی نیست، هیچ ایرادی نداره. قبل اینکه فراموش کنم حسابمونو صاف کنم. آها درسته؟ رسیدشو برام بنویس، باید برم خونه، همسرم منتظرمه. فکر کنم عروسمون خیلی بابستت کرده، همین که اسم میشه فوری میدوی سمت خونه ها؟ اوستا یه چیز بگم. بگو. بستگی به شانس و تقدیر داره. اگه تقدیر منم خراب بود الان مثل تو اینجا با ماشینای خراب سر و کله میزدم. عوضی. خب تا چایی تو بخوری برات رسید میام. باشه باشه، زود باش اوستا، خانمم منتظرمه. این چیه؟ چی؟ حالا اینو من باید بهت بگم؟ تو خجالت نمی کشی؟ بهت آزادی دادم هدفش این بود داره؟ تو این کارا رو می کنی؟ مامان مشکل چیه؟ این نرماله، زیادی واکنش نشون میدی. تو همش تازه 17 سالت دختر، این نرماله؟ اون کیه که باهاش این دست گلو به آب دادی؟ چرا حرف نمیزنی؟ من تقصیر من نیست، به زور با هم این کارو کرد. به زور انجام دادی؟ با دخترش گفته کمال زورگویی کرده؟ اسمشو به من بگو، اون کیه؟ من هفت نسلشو به آتیش میکشم. عتیق. عتیق؟ اون راننده که ولگرد و احمق؟ اونو این همه جسارت؟ تقصیر من نیست مامان، یه روز حالم بد شده بود و اون منو یه جایی دور افتاده برد و تهدیدم کرد. تو چرا به من چیزی نگفتی دختر جون؟ چی میگفتم؟ شما معنی تهدید رو نمیدونی؟ بیا همین الان بریم کلانتری، الان و همین لحظه. الان نمیتونم با هاتون بیام. چرا نمیتونی بری؟ اینجور مرد باید تابان کارشون رو پس بدن، وحشی و درنده به اینا میگن. بری بیا با من بری. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ارسلان خوابید؟ پیش مامان بردم خوابوندمش. تو از حرفای مامان ناراحت نشو، اون عادتشه. به شما که نباید شکایت کنم، ولی شما همه ی روز سر کارین. این منم که از صبح تا شب تیکه میشنوم. تو نگران نباش، من با مامان حرف میزنم، اما تو هم حرفشو جدی نگیر و فراموششون کن. من میبینم. بشینین، خودم میرم. اما آقا مگه چی شده؟ حداقل به هم بگین. عتیق کجاست؟ لطفاً به هم بگین چی شده؟ ازش شکایت شده.
عتیق کجاست؟ چیکار کرده؟ چی شده؟ عتیق اینا؟ عتیق؟ بله. بازداشتش کن. اما آقای پلیس، مگه من چیکار کردم؟ بریم کلانتری، اونجا بهت میگم چیکار کردی. میگه دختر معصوم تجاوز میکنی؟ بریم، یالا اینو ببر. یالا را بیاف، زود باش. اما آقا براتون سوء تفاهم شده. عتیق رو اینقدر بزنین، اینقدر بزنین که صدای جیغش تا خونه ی من بیاد. خانم حق دارین عصبانی باشین، نگران نباشین، به روش خودمون بازجویش میکنیم. مسئله دختر منه، شما چی فکر میکنین؟ اون به این راحتی جرمش رو قبول میکنه؟ آره واسه پلیس که راحتی وجود نداره، ولی ما کارمونو بلدیم. خدمتکارم پیش شما میاد، فقط من اینو میخوام که با عتیق هیچ گونه رفتار خوبی انجام ندید. به اون اصلا نیازی نیست خانم، شما خدمتکارتون رو برگردونیم، ما تا فردا اعترافشو میگیریم. خداحافظ. کریم، مامان پاشیم بریم پیش وکیل. تو حرف نزن، همین شوهر زنای نحسی مثل تو زندون میرن و از پلیس کتک میخورن. محض رضای خدا الان وقت این حرفا نیست. چرا وقتش نیست؟ تو وقتی به پیر بابام توهین کردی اینجوری بلاها میاد دیگه. تأثیر توهین همینه. الان دیدی الکی گرفتار یه بلایی شدی؟ اونقدر که اعتماد به اون پیر نحستون دارین، اگه خدا رو یاد میکردین الان این اتفاق نمیافتاد. بسه، تو به من نصیحت نکن، هیچم تلاش نکن برای من مادری کنی. از تو که به ما هیچ خیری نرسیده. از وقتی وارد زندگیمون شدی همش گرفتار یه بلایی هستیم. تو چه میدونی؟ از خشم و غضب پیر بابامه. اینا همش نتیجه بد و بیراهای توئه که داریم میبینیم. مامان اصلا اینجوری نیست، ما وکیل میگیریم، همه چی درست میشه. نمیدونم پسرم از دیشب تو کلانتری تو چه وضعی هست. اول میریم کلانتری، خیالمون از عتیق راحت میشه، بعدش بشه وکیل میریم. لطفاً بریم. باشه، درسته. برو از داخل شال منو بیار. الان میارم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگلتر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقتش نشد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شداد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. خب بیار دیگه. خانم شما الکی دم به دقیقه زنگ میزنین، همه چی طبق روال پیش میره. یعنی چی؟ 11 ساعت شده و شما هنوز اعترافی نگرفتی؟ لازم نیست به من یاد بدین، من میدونم روال کارا چطور پیش میره. اعتراف گرفتن به این آسونی ها نیست. ببخشید، مگه شغل پلیسی واسه کارای آسون هست؟ خانم شما متوجه نیستید، بعد گزارش شما ما فوراً عتیقو بازداشت کردیم، ازش بازجویی هم کردیم ولی جرمشو قبول نکرده. ما ازش آزمایش هم گرفتیم، همین که نتیجهش برسه فوراً واسه دادگاه میفرستیم. اینو واقعاً همش مزخرفه. این برای شماست قربان. بفرمایید، نتیجه اومد، برو اونو بیار. حالا دیگه نتیجه پزشکی هم اومده، عتیق نباید قصر در بره. خانم تو این گزارش نوشته شده دخترتون تینا بارداره و عتیق احمد هیچ وقت نمیتونه پدر بشه.
حالا شما از دخترتون واقعی تو بپرسید و اگه به پلیس نیاز داشتین بهمون خبر بدین، کمکتون می‌کنیم. اینو آزادش کن، تو میتونی بری. و عتیق احمد هیچ وقت نمیتونه پدر بشه. عتیقه بیچاره رو پلیس حتما خیلی کتک زده. آره دیگه، میدونی وقتی تو ماشین میشست آهنگای عجیب غریب میذاشت. این بار که تونستم قصر دارم. مامان گوشی رو قطع نکن، تو به من دروغ گفتی. نه عتیق که اصلا هیچ ربطی به این ماجرا نداره. مامان شما کافیه، نیاز نیست بیشتر از این دروغ بگی. و این آدم هر کی که هست بهش بگو ظرف سه روز با خانواده‌اش بیاد اینجا، وگرنه اون وقت من تو رو پیش بابا تو کانادا میفرستم. از این به بعد اون مراقبتی. مامان شنیدی مامانم چی گفت؟ الو میرم واسه تون آب بیارم. تو اون آبی خورده زهرم بریز، اینجور زنده موندن چه فایده ای داره؟ اینو ببر داخل، خستم کرده. پلیس که گفت عتیقو آزاد کرده، اما پسرم کجا رفته آخه؟ تو چه وضعیه؟ فقط یه بار بیاد من هر سه تاشونو میبرم پیش پیر بابا، اینجوری همه بلاها از این خونه گم میشه. چقدر گرمه. بفرمایی. کجا رفته بودین ها؟ میدونی چقدر نگرانتون بودیم و ارسلان همش بهونه‌تونو میگرفت. شما حالتون خوبه نه؟ ها؟ چی شده؟ من میرم آب بیارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من دارم واضح حضرت می‌پرسم. این بچه کیه؟ محض رضای خدا به من دروغ نگو که پسر من و توه. میدونی از کجا مطمئنم؟ چون من گزارش پزشکی من اینو میگه که من نمیتونم پدر بشم. متوجهی چی میگم؟ پس این گناه کیه که انداختیش گردن من؟ به من نگاه کن. بکی میکنی که اگه ساکت باشی من تو رو میبخشم ها؟
من ازتون بخشش نمیخوام. فقط انتظار عدالت رو دارم. عدالت؟ خودت یه بار عادل باش. جرم تو جلو خودت بذار و بگو که این جرم مرتکب نشدی. جرم شده، اما من مجرم نیستم. عجب، هم جرم اتفاق افتاده و هم تو پاک و نجیبی. مجرمم نیستی؟ به به، این چه عدالتیه. آره من مجرم نیستم، شرایط دنیا مقصره. ببین، به سوالم جواب نمیدی و منو آتیشی میکنی. باشه، من آتیش شما و خودم رو خاموش میکنم. یادتون میاد یه سال بعد از ازدواجمون بود که هم من و هم مامان همش اسم بچه رو به زبون می آوردیم و اون خواسته زندگی رو به کامم زهر کرد. مامان، یه کار خوب پیدا کردم. من دارم فکر میکنم یه کار درست و حسابی پیدا کنم. راستی یه چیزی به من بگو دیگه، شما تا کی میخواین اینجوری ادامه بدین؟ تصمیم ندارین دیگه بچه دار بشین؟ مامان آخه الان چیو مامان هان؟ یه سال گذشته و من هنوز اثری از بچه ندیدم. میخواین تا آخر عمر همینجوری دوتایی بمونین؟ واقعا که مامان میذاشته غذاشو بخوره. خب غذاشو بخوره، کی مانعش شده؟ یه چیزی به من بگو، تو تا کی میخوای اینجوری بیخیال باشی؟ عتیق احمد، من فکر میکنم غیرتت کاملا مرده. تو نمیخوای نسلتو ادامه بدی. آخه تو آرزو نداری بچه دار بشی؟ به هم بگو ها؟ اون که تصمیم نداره بچه دار بشه، پس من برات زن دوم میارم. یکیش نسلتو ادامه بده، اون یکی هم برای دلت بمونه. آیا ما بی خیال بودیم؟ آرزو نداشتیم بچه دار بشیم؟ داشتیم. اما شما اینقدر ناراحت شده بودیم که حتی دستتونم رو بلند شد. من عاشقتون هستم. عشق؟ ادعای عاشقی میکنی و یه بچه نمیتونی به هم بدی؟ به حرفم گوش کنی. نمیخوام حرف تو رو بشنوم. تو با دقت به حرفای من گوش کن. من زن دوم میگیرم. اگه میخوای بمونی بمون، وگرنه طلاقت میکنم. پسرم، تصمیمات احساسی و تو عصبانیت همیشه اشتباه میشن. خان داداش، دو ساله که پسرم ازدواج کرده، حالا پسرم نباید بچه دورو برش باشه؟ عتیق پسرم، بچه تو تقدیر آدم نوشته شده. تو یه خورده صبر کن، خدا حتما بهت بچه هم میده. کافیه خان داداش، این مسئله خونوادگیه، بهتر شما دخالت نکنین. این مسئله خونوادگیتون الان از خونه بیرون اومده، همسایا بهم گفتن، برای همین اومدن. عتیق پسر دوستمه، نصیحت کردنش هم وظیفمه. دیگه میرم، خداحافظ پسرم. خداحافظ. بی خیال بشین اینجا. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرم رو به خاطر من بیابرو کنه. موسیقی
بعدش نمیدونم مامان با چه فکری منو پیش اون پیر عوضی برد. اون چشم بسته به اون پیر اعتماد داشت و تاوانشو من پس دادم. الله 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 الله. پیر بابا بعد از این دعا عروسم بچه دار میشه نه؟ بهشون گفتم بچه دار میشه، حتما میشه. برو بذار دعا بخونم. برو صدامو نمیشنوی؟ برو 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 دیگه. چی درست میشه آبو بنو؟ بنو دادامو نشنیدی؟ دود باش بنو. که کی با من چه کاری کرده؟ همه چی رو براتون تعریف کردم. حالا من از شما فقط عدالت میخوام. Thank you.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. موتور ماشین اگه خراب شه موتور رو عوض میکنن، ماشین رو آتیش نمیزنن، عیبش رو برطرف میکنن، دورش نمیندازن. اون زن خوبی نیست. کافیه. اگه یک کلمه بیشتر از این در مورد عروسمون بگی فراموش میکنم که تو پسر دوست مرحوممی. یه چیزی به هم بگو، ارسلان الان چند سالشه؟ تو این 3 سال مامانت چقدر دوباره عروس رو مجبور میکرد بره پیش اون پیر مرده؟ خیلی زیاد. اما اون دیگه نرفت. چرا؟ واسه این که اون بد نیست. اگه کسی هم بده اون تو و مامانت هستی. چی؟ ما بد هستیم؟ آره. مگه تو مامانتون آوردین خونتون حداقل میذاشی نفس راحت بکشه؟ خیلی ها هستن که بچه دار نمیشن. آیا زندگیشون رو تموم میکنن؟ حداقل میتونست به من بگه. به تو میگفت؟ تویی که همش اسم طلاق ورد زبونت بود. مادر تهدید میکرد روش هوا میاره، تنهی بچه دار نشدنشو میزد. یه چیزی بگو، پیش اون پیر لعنتی کی می بردش؟ هر اتفاقی که اونجا افتاد مسئولش کیه؟ زنت؟ اونی که بیهوش شده بود؟ اون بهت می گفت؟ تو مامانت لیاقتشو نداری، شما گناهکاری. ببین، من می دونم که زنتو خیلی دوست داری. خداوند مسئولیت تربیت یه بچه رو بهت داده. تقصیر اون بچه چیه؟ از زنت حمایت کن. آره. خدا رو شکر که بالاخره راحت شدی. امروز پیش پیر بابای کوچیک میرم واسه دعا برای بچه دوم. کافیه مامان. لطفاً دیگه تو این خونه اسم اون پیرو نیارین. و در ضمن اون پیرتون هر چقدرم که بزرگ و روحانی باشه واسه زن من نامحرمه، نه؟ و این حرف آخرین بار بهتون میگم و دیگه نمیخوام که این حرفو تکرار بکنم. دیگه فقط ما 4 تا تو این خونه زندگی میکنیم. بیا پسرم. ما 4 تا خوشبختیم. se hor na le laya sada main mane tu mera te main tere ya didi tv eraye konande bozorgtarin serial haye drama turki korei pakistani duble shode be farsi mibashad lotfan subscribe konid va uzvi az khanavade ma shavid.